تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سوره سبع جزء 22. به لطف خداوند از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد. هر آیه رو چند دقیقه ما صحبت کرد. الان وارد سوره سبع شد. سوره سبع در مکه نازل شده، 54 تا آیه داره. مثل باقی سورهای مکه بیشتر مسائل اعتقادی راجع به مبدأ و معاد، و چون سرگذشت قوم سبع تو این سوره هست، اسم سوره سوره سبعه و داستان حضرت سلیمان و برخورد او با قوم سبع هم مطرح شده. سرنوشت افراد شاکر و افراد کافر هم بهش اشاراتی شده. وارد سوره بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. به نام خداوند بخشنده مهربان. بارها گفتیم این به نام خدا، زمان میگیم به نام، این بای بسم الله خیلی حرف توشه، زمان میگیم به نام او که او رو بشناسیم، به او ایمان بیاریم، به او اعتماد کنیم، توکل کنیم، از او استمداد کنیم، به او پناه ببریم، او رو دوستش داشته باشیم که بهش توکل کنیم، بهش پناه ببریم. به نام او که سرچشمه انواع رحمت است. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. ستایش مخصوص خدایی است که اون چه در آسمان ها و زمین است مخصوص اوست. و له الحمد فی الاخره، در آخرت هم حمد مخصوص اوست. و هو الحکیم الخبیر، خداوند هم حکیم است، کاراش حکیمانه است، او حکمت استوار و مبناست و خبیر است، یعنی علم به جزئیات و دقیق میدونه همه چیز را. در قرآن عزیز 3-14 سوره 5 تو سوراش با الحمدلله شروع شده. یکی هم سوره حمده، یکی هم سوره سبع. الحمدلله آغاز سوره با حمده. این آیه مالکیت مطلق رو میگه، آیه بعد علم مطلق. این آیه میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام هستی مال خداست، یعنی مالک هستی خداست. مالکیت خدا اعتباری هم نیست، واقعیه. ما که مالک میشیم این زمینه که فرق نکرده، سندش تو گاو صندوق خونه شما بود، میاد سندش تو گاو صندوق خونه ما، اعتباره تو محضر جا به جا میشه، ولی مالکیت خدا واقعیه. ما نمیتونیم زمین رو محو کنیم، هر کاری میکنیم زمین هست، ولی خداوند مالکیتش مطلقه. کن فیکون، این یه شعر یذهب کن وایعت بخر، میتونه نبود را بود کنه، کن فیکون، میتونه بود را نبود کنه، این یه شعر یذهب کن وایعت بخر قد جدید، به خود همه شما نیست میشید. مالکیت خداوند حقیقیه، گسترده هست، حقیقیه، کامله. ما ممکنه له الملک، که چیزی ملک ما باشه، و هو علا کل شیء قدیر نیست. مثلا شما ممکنه مالک چوب باشی، اما چوب رو میتونی شیشش کنی، یه چوب رو میتونی پنبه کنی. خدا هم له الملک و هو علا کل شیء قدیر. گاهی وقتی یه داستان یا رئیس جمهور له الملک، رئیس جمهوره، به مردمش رأی دادن، اما و هو علا کل شیء قدیر نیست، خیلی کارا میخواد بکنه، دستش بسته. او کسی که هم له الملک و هم هو علا کل شیء قدیر اوست. له ما فی السماوات، مالکیت گسترده، مالکیت مطلق، مالکیت بی‌معارض. و له الحمد، الحمد لله الذی، که له الحمد گفته غیر الحمدلله، تو این آیه دو تا حمده، یکی اول آیه میگه الحمدلله الذی، یکی میگه له الحمد. الحمدلله مال حمد در دنیاست، در دنیا هم برای خدا هم میگیم، هم برای ستایش من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، انشکر لی ولی والده، خدا گفته از مخلوقینم شکر کن، شکر کن از پدر مادره. و ان اشکر الحسنه و اغضی عن السیئه، در دعای مکارم الاخلاق داریم توفیقم بده کسی من نیکی که شکر کنم. گاهی خداوند روز قیامت به افراد میگه شما شاکر من نبودید، میگن چرا آقا ما یه عمری هی الحمدلله گفتیم، میگه من الحمدلله گفتیم، ولی مخلوق من
که به تو خدمت کرد از او تشکر نکردی. یعنی خداوند تشکر از مخلوق هم تشکر از خودش میدونه. در دنیا چون تشکر هم از خالق هم مخلوق گفته الحمدلله، اما در قیامت هیچ کسی شکر نمیکنه. شکر در قیامت مخصوص ولذه گفته له الحمد، بر قیامت دیگه نگفته الحمدلله، چون له یعنی مخصوص اون، مثل میگم ایاک نعبد فقط تو رو، له الحمد فی الاخره، در آخرت ستایش فقط مخصوص خداست. پس چی گفتم؟ در دنیا هم از خالق شکر میکنیم هم از مخلوق، در قیامت شکر در بس مال خداست، والله الحمد فی الاخره. خب چگونه حمد کنیم؟ و هو الحکیم الخبیر. حکیم چیه؟ حکیم به قول فخر رازی به علمی که متصل به عمل باشه و به کسی که عواقب اسرار رو بدونه میگن خبیر. حکیم به علمی است که وصل به عمل بشه، علمی که همراه عمل باشه حکمته، ولی علمی که همراه عمل نباشه محفوظات. یه وقت هم چیزی میدونه عمل نمیکنه، این محفوظات. علمی که همراه به عمل باشه حکمته. خبیر هم یکی چیزی که عواقب و اسرار امور را میدونه. فخر رازی حکیم و خبیر ایتون معنی کرده. این میگه الحمدلله، یعنی حمد به خدا رو از خدا یاد گیریم. چجوری شکر کنیم؟ الحمدلله، الحمدلله. چرا شکر کنیم؟ له ما فی السماوات، یعنی شکر باید در مقابل کمال و قدرت و مالکیت و آگاهی و حکمت بشه. من میگم الحمدلله به خاطر که له ما فی السماوات، به خاطر که هو الحکیم، به خاطر که هو الخبیر. علیکی ما حمد خدا رو نمی کنیم، ستایش دلیل بخواد. چرا ستایش میکنی؟ چرا الحمدلله؟ برای که له ما فی السماوات. چرا ستایش میکنی خدا رو؟ برای که هو الحکیم الخبیر. یعنی ستایش باید در برابر کمال و قدرت و مالکیت و آگاهی و حکمت باشه. مالکیت خدا هم گسترده است، ما فی السماوات ما فی الارض، هم حکیمانه است و هم آگاهانه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.